سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان عزیز. بله که ادامه داره به اشکال مختلف به شکل پارتیزانی. نه، راجبش صحبت نمیشه چون سیاست تظاهرات بزرگ و سراسری رو اینا کنار گذاشتن بعد از این مدت طولانی که شده و الان در دو جبهه اتفاقا مبارزه داره صورت میگیره، چون طرح این قانون اصلاح بازنشستگی به پارلمان رفته و توی پارلمان احزاب چپ به خصوص فرانسه نافرمان ژان لوک ملانشون و حزب کمونیست به شدت دارن جنگ گریلایی میکنن توی پارلمان و سعی کردن که با وارد کردن بیش از 20 هزار اصلاحیه تصویب این رو به تعویق بندازن و نشون بدن که در پارلمان هم اینا قادر خواهند نخواهند بود که این کار به جلو ببرن. این مسئله همزمان شده با تظاهراتی که مردم در جاهای مختلف میکنن، کارگران، حقوقی‌ها، و اعتصاب به صورت پراکنده ادامه داره و در واقع چیزی که هست اینه که اینا سعی میکنن طول بدن این جریان رو تا اینکه دولت وادار بشه که یا عقب نشینی بکنه یا فراپارلمانی اقدام بکنه، که اون وقت ماجرا چیز دیگه ایه. یعنی اینا یه قانونی دارن که مخصوص اینجور موقع درست شده، اگر نتونن از طریق رأی‌گیری عادی در پارلمان یک قانون رو تصویب بکنن، یک سلاح برنده‌ای در دستشون هست به نام 49-3 که این به دولت اجازه میده بدون رأی پارلمان یک قانون رو به جلو ببره. منتها دولتی که این کار رو میکنه به لحاظ افکار عمومی باز هم خودش رو بازنده تر اعلام میکنه، یعنی نشون میده که حتی قادر نیست که این رو یک اکثریت عادی رو در پارلمان براش کسب بکنه. و از اونجایی که دولت مکرون جنگ افکار عمومی رو به کلی باخته، یعنی ببین این خیلی مسئله مهمیه که بعد از این همه مدت الان دیگه در وارد سوم آخرای سومین ماه این مبارزه داریم میشیم که به نوع طولانی ترین مبارزه اعتراضی فرانسوی ها بعد از جنگ جهانی دومه، یعنی از ماه می 68 هم فراتر رفته. تعداد اعتصابات، تعداد کسانی که به شکلی در اعتصاب شرکت کردن و چه اونهایی که مداوما به مدت 58 روز اعتصاب کردن که بی سابقه است این در فرانسه، همه اینها نشون میده که این قانون توافق عمومی رو نداره. همه پرسی هایی هم که انجام شده با وجود اینکه این همه مشکلات برای مردم ایجاد شده، باز هم نشون میده که اکثریت بسیار مهمی از مردم فرانسه، هولوش 60% معتقدن که این قانون باید پس گرفته بشه و این فقط و فقط لجاجت دولت مکرون هست که رسالت تاچری خودش رو میخواد به انجام برسونه و به عنوان نماینده بانکدارها میخواد که این قانون رو تصویب بکنه به نام خودش. به نظر میاد که میخواد جلو بره، منتها مسئله اینجاست که این پافشاری که کرده و با این همه پرسی ها که نشون میدن اکثریت مردم فرانسه باش موافق نیستن، مشکلات جدی رو براشون ایجاد کرده. از جمله دو سندیکایی هم که سفتته و اونسا که وارد مذاکره شده بودن، یعنی با اصل این مسئله تغییر پایه‌ای قانون بازنشستگی و تبدیلش به حقوق بازنشستگی بر اساس امتیاز، این باش موافق بودن، در حالی که 5 سندیکای دیگه به کلی با اصل این اصلا مخالفن، معتقدن که همبستگی بین نسل ها قانونی که از بعد از جنگ دوم تا امروز بوده باید ادامه پیدا بکنه. اونها هم دچار مشکلات جدی شدن، در توی سندیکای سفتته یک شورش بزرگ شکل گرفته و پایه این سندیکا معتقده که اینها باید از مذاکره دست بردارن. این رهبریش است که لجاجت میکنه و وایساده اون طرف. اونسا هم همینجور، کما اینکه هفته پیش 2 اعتصاب بزرگ ترانسپورت رو خود سندیکای اونسا که دست راستی است به لحاظ تفکر بخوایم بگیریم، مرکز راست در واقع هستن، اونا خودشون سازمان دادن که یک به اصطلاح اخطارهایی بود به دولت مکرون. منتها همه اوضاع نشون میده که مکرون واقعا میخواد که اسمش به عنوان رئیس جمهوری که این قانون رو علارغم مخالفت همه مردم و اکثریت مردم فرانسه و اکثریت بزرگ سندیکاها و احزاب چپ فرانسه میخواد به پیش ببره، این رو ثبت بکنه. یعنی یه چیز تاریخی، یک از آدمهای حالت نوردیدگی نوع ترامپ رو در واقع پیدا کرده و واقعا احساس میکنه که باید اسمش رو به عنوان تاچر فرانسه به ثبت برسونیم. مسئله اینجاست که هم احزاب چپ و هم حتی حزب خانم لوپن اعلام کردن که در صورت اینکه اینها ریاست جمهوری رو ببرن و اکثریت بشن، این قانون رو ملغا خواهند کرد. یعنی آینده این قانون هم حتی زیر سواله.
معمولا در یک کشور دموکراتیک عادی نظیر فرانسه دوره شیراک، دولتی که با یک همچین مخالفتی از افکار عمومی روبرو است، با یک همچین مقاومتی در پارلمان روبرو است و با یک همچین مقاومتی از جانب اتحادیه ها بطور مشخص روبرو است، قانونش رو پس میگیره. منتها از موقع سرکوزی و با ادامه از دوره اولان، دولت هایی که روی فرانسه هستن تصمیم گرفتن که به هیچ وجه به تظاهرات خیابانی، اعتراضات و اعتصابات هیچ وقعی نذارن و به کلی اون رو نادیده بگیرن. این یه چیز جدیدی هست که در سنت بورژوازی فرانسه وارد شده و اون اینه که میخوان این کیفیتی رو که این نوع دموکراسی نمایندگی بهشون میده، یعنی یک بار شما رأی میدید، اونا 5 سال هر کاری دلشون بخواد میکنن، شما حق اعتراض هم ندارید تا دوباره برید رأی بدید. این میخوان از این بیشترین استفاده رو بکنن برای پیش بردن. من یادآوری میکنم که سنگین ترین ضربات به قانون بازنشستگی رو دولت سرکوزی و دولت آقای اولاند به اصطلاح سوسیالیست زده بودن و مکرون داره اون رو ادامه میده، منتها میخواد کار رو یکسره بکنه. اینه که برای اینکه تو صحبتمون رو نیست من کوتاه بکنم، جنگ و گریز ادامه داره، الان در حیطه پارلمان هم در جریان هست، ولی همه وجنات و اوضاع به این حالت است که این مکرون میخواد حتی سمبولیک هم شده این رو تصویب بکنه، ولی اجراش به نظر من با مشکلات خیلی زیادی روبرو میشه. یادآوری میکنم که از ماه می 68 به این طرف ما چنین ائتلافی که درش کارگران ساده، کارگران ماهر، کادرهای میانی، وکلا، پرستارها، پزشکان متخصص، هر کی و کشاورزها، هر کسی رو که شما فکرش رو بکنید و بخشی از جلیق زردها متحدن و یک دست و یک قول در مقابل این ائتلاف وایستادن، بزرگترین ائتلاف طبقاتی اجتماعی هست که ما از ماه می 68 به این طرف داشتیم و این دولت مکرون رو در موقعیت بسیار بسیار دشواری قرار داده. ولی تکرار میکنم، ایشون میخواد که اسمش به عنوان کسی که این قانون رو ثبت کرده به نظر من در تاریخ ثبت بشه و وظیفه تاریخی خودش رو به بانکدارها، سلاطین مالی، صندوق‌های بازنشستگی که دارن آب از لب و لوچه‌شون سرازیر شده که اینها دیگه به جای اینکه این دولت و اتحادیه‌های کارگری باشن که این صندوق‌ها رو کنترل بکنن، پولاشون رو مردم به اونها بدن، مثل کشور آمریکا، مثل انگلستان، اونها در واقع کمین کردن و دارن هورا می‌کشن برای اینکه این به اجرا در بیاد. ولی هنوز هم اینکه به طور واقعی، چون حتی دولت شیراک هم قانون رو تصویب کرد در سال 95، دولت شیراک قانون رو تصویب کرد تو پارلمان و این رو برد، ولی اجرایی نتونست بکنه و دولت ژوپه سقوط کرد. در مورد مکرون هم معلوم نیست. ضمناً می‌بینی که مکرون با مشکلات جدی روبرو، الان انتخابات شهرداری‌ها هست و تمام همه پرسی‌ها نشون میده که حزب آقای مکرون با یک شکستی روبرو خواهد شد که هیچ حزب حاکمی در تاریخ معاصر فرانسه باش روبرو نشد. اینه که اگه این انتخابات شهرداری ها هم به همین صورتی که همه پرسی ها پیش بینی میکنن جلو بره، واقعا دیگه مکرون به عنوان یک دیکتاتور اسمش ثبت میشه، نه به عنوان یک رئیس جمهوری که به شیوه دموکراتیک اجرا میکنه. خب حالا بذاریم به موضوع دموکراتیک صحبت کنیم. آره. و بخش سوریه، جنگ در سوریه و جنگ بستر سوریه به یک شتاب یهی گرفته در دیلا و جنگی دولتی و عدش توریه، عدش توریه و این وسط روسیه هم چشم رو کم داره میکروگویم. کاملا درسته. یعنی یک نگاه کوتاه باید انداخت به روندی که مسیر تحولات در سوریه به خوش گرفته تا بهتر بفهمیم ما اتفاقی که امروز داره میفته. میدونیم که ماجرایی که الان ما باش روبرو هستیم، فاجعه‌ای که مردم سوریه باش روبرو هستن، در ادامه بهار عربی و با یک حرکت کاملا دموکراتیک و بسیار مصالحت‌آمیز مردم سوریه شروع شد. در 15 مارس سال 2011، یعنی نزدیک به تقریبا داره میشه 9 سال پیش، این مردم شهر درعا به خیابون اومدن، اعتراض کردن، تظاهرات کردن و به دنبال اون یه سری شعارنویسی هایی توی شهر شد که روی یکیش نوشته شده بود وقت تو هم خواهد رسید دکتر، که دکتر این اسمی هست که مردم به بشار الاسد دادن چون به لحاظ حرفه‌ای میدونید که چشم پزشک. و به دنبال این
دولت سوریه با خشنترین، شدیدترین، وحشیانه‌ترین شیوه های ممکن تظاهرات مردم رو به خاک و خون کشید. درگیری های بسیار سنگینی اونجا شده بود و با سرعت خیلی زیاد. به دلیل همین پاسخی که دولت سوریه داد، این رو من مخصوصا دارم میگم که یادآوری بشه به اونهایی که تحت تئوری های ضد امپریالیستی و غیره نوع تفکر قدیمی توده ای اکثریتی هی میگن جاتون رو تعیین کنید شما در مقابل کی وایسید و غیره، باید ما یادآوری بکنیم که این مسئول اصلی این فاجعه که در این کشور الان هست کی هست. این یادآوریش خیلی مهمه. این دولت سوریه هست که حاضر به مذاکره با مخالفان نشد. در اون موقع 900 کمیته هماهنگی در شهرهای مختلف سوریه بود که هیچ کدومشون طرفدار درگیری از اصولا درگیری نبودن، چه برسه به درگیری مسلحانه. و اپوزیسیونی که سالها و سال، اپوزیسیون لایکی که سالهای سال زیر شلاق دیکتاتوری پدر بشار الاسد حافظ اسد بود و با ادامه اون در دوران پسرش روبرو بود، حالت مذاکره رو با دولت سوریه به خودش گرفته بود و درخواست میکرد که خواسته های مردمی رو که به خیابون اومدن و حاضر هستن که وارد دیالوگ بشن برای اینکه فضای بسته سوریه تغییر بکنه رو واقعا با یک شدتی به خاک و خون کشید. دو تا نوجوان رو گرفتن و به قصد کش زدن، استخونهاشون رو خورد کردن و جسدشون رو انداختن توی میدان در همین شهر درعه که به دنبال این اعتراضات نه تنها فروکش نکرد بلکه به شدت اوج گرفت و تقریبا تمام سراسر سوریه رو با فاصله کوتاهی گرفت. منتها در 25 آوریل یعنی یک 40 روز بعد از شروع اولین تظاهرات بزرگ در سوریه، ما اصلی ترین شهری که این تظاهرات درش اون موقع صورت می گرفت شهر درعا بود که نیروهای امنیتی و ارتش سوریه حمله کردند به این شهر با زره پوش، با تانک، الکتریسیته رو قطع کردند، برق رو قطع کردند، اینترنت رو قطع کردند، عبور و مرور تمام جاده‌های منتهی به شهر رو قطع کردند و مدت چند روز به کشت و کشتار در این شهر دست دادند که آمارش هنوز که هنوزه دقیق معلوم نیست، ولی صحبت از چند هزار کشته در واقع در این میشه و ده ها هزار زخمی و دستگیر و اینا. با یک حالت کاملا فاشیستی و شیوه اس اس ها اینها برخورد کردند و از اونجا به بعد بود که مسئله پاسخ به حمله نظامی رژیم توسط مبارزه نظامی خودش رو مطرح کرد و بدترین آلترناتیو ممکن در اون دوره اتخاذ شد، چون این مردم عادی سوریه نبودن که خواستار درگیری نظامی شده بودن، بلکه گروه های اسلامی که اونجا بودن و به خصوص اونایی که وابسته به اخوان المسلمین بودن و قبلا در دوره حافظ اسد هم چندین و چند اعتراض رو کرده بودن، ابتکار عمل رو اینها به دست گرفتن و به فاصله کوتاهی در ماه جوان 2011 یعنی از مارس تا جوان این تظاهرات علارغم دخالت ها و سرکوب های شدید دولت سوریه مسررت آمیز بود، ولی از ماه جوان 2011 مبارزه اعتراضی مسلحانه شد و ارتش آزاد سوریه رو اینا تشکیل دادن و بلافاصله با سرعت خیلی زیادی مسئله ملی، خصلت ملی اعتراضات سوریه ها به هم خورد با دخالت عربستان، با دخالت امارات، با دخالت آمریکایی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و به سرعت جبهه بندی شد در این کشور و از سطح ملی به یک درگیری منطقه اول و بعد به یک درگیری بین‌المللی صورت گرفت. و به خصوص اتفاقاتی که افتاد اینه که ما شاهد این بودیم که به طور آشکار عربستان به نیابت از به اصطلاح دنیای آزاد و غرب پول و سلاح رو سرازیر کرد به گروه های جهادیستی که در این کشور بودن و در سال 2012 یعنی یک سال بعد از شروع تظاهرات مردم سوریه، جبهه النصره که مال القاعده بن لادن بود اونجا اعلام وجود کرد با چندین هزار سرباز به اصطلاح جهادیست مسلح به سلاح‌های غربی به خصوص آمریکایی با هزینه و دستچک‌های عربستان و شیخ نشین‌های خلیج فارس. و جالب هم اینه که القاعده دشمن قسم خورده عربستان هست، ولی به هیچ وجه مانع از این نشد که دستچک‌های عربستان به نفع تسلیحات اونها بیاره جلو. من برای اینکه این در حد این خشونت رو نشون بدم
طبق آماری که میشه بهش اعتماد کرد، چون آمار هم میدونید دستخوش تبلیغات بسیار شدیده و با احتیاط زیاد بهش باید برخورد کرد در اینجور موارد، ولی اونجوری که تقریبا همه برش توافق دارن اینه که در 6 ماه اول اعتراضات در سوریه 3000 نفر کشته شدند، چندین هزار نفر که رقمش دقیق نیست ناپدید شدند و ده ها هزار نفر زندانی شدند که شدیدترین شکنجه ها رو اینا اونجا به اینها وارد میکردن و دولت بشار الاسد واقعا به شیوه غیر انسانی و ددمنشانه شروع کرد از خودش دفاع کردن. از سال 2013 به بعد دیگه خبری از مذاکرات و غیر و این چیزها نبود. تمام تلاش هایی که سازمان ملل و کشورهای مختلف و حتی روسیه اون موقع کردن اینا همه چیز شد، به کنار گذاشته شد و جریان کاملا به صورت نظامی در اومد. دیگه مسئله بهار عربی در سوریه تموم شده بود، سوریه تبدیل به جولانگاه در دستجات مسلح جهادیست از انواع و اقسام مختلف خودش بود و دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم کشورهای مختلف چه در سطح منطقه چه در سطح بین‌المللی بود. فاجعه‌ای بر سر اعتراضات مردم سوریه اتفاق افتاد که نظیرش فقط توی لیبی بعدش اتفاق افتاد که با دخالت مستقیم کشورهای خارجی یک اعتراض عمومی مردم در شرایطی که توده مردم به هیچ وجه آمادگی رو نداشتن که دست به جنگ مسلحانه بزنن، با وارد کردن عناصر جهادی، با وارد کردن عناصر حرفه‌ای مسلح به این درگیری بین مردم روسیه سوریه و دولتش، به کلی ماجرا رو از بستر طبیعی خودش بیرون بردن و یک جنبش اعتراضی دموکراتیک رو تبدیل به یک جنگ داخلی بین دو دسته ارتجایی تا دندان مسلح و هر دو به همون اندازه ددمنش کردن. از یک طرف دولت سوریه و متحدینش که ایران هم وارد شده بود، من همه شنوندگان این رو میدونن، احتیاج نیست که من وقتم رو تلف بکنم سر دخالت ایران و حزب الله، و از اون طرف هم ارتجاع منطقه عربستان و دار و دستش به نیابت از طرف آمریکایی ها و انگلیسی ها. یا البته فراموش نکنیم که آمریکایی ها هم از همون سال 2012، یعنی از وقتی که جبهه النصره در سوریه اعلام موضع کرد، مستشار نظامی فرستاده بود به اردن. این چیزی که مطبوعات غربی اصلا راجبش حرف نمیزنن، این رو باید یادآوری کرد. صحبت از تابستان بهار 2012 است. در 2012 که عربستان شروع کرد تضمین بکنه که هزینه تسلیحات و هزینه این جنگ جهادی ها رو میده، آمریکایی ها در اردن مستشار نظامی مستقر کردن و شروع کردن آموزش دادن به اسم اینکه به ارتش آزاد سوریه میخوان بدن، اما اقسام دستجات جهادیست رو اونجا هم تربیت کردن هم مسلحشون کردن. از اون موقع به بعد دیگه ما شاهد این هستیم که این مداخلات نظامی اوضاع رو بدتر و بدتر میکنه. نیمی از مردم سوریه آوار و بی‌خانمان شدن، میلیون ها نفر در ترکیه، بیش از 4 میلیون دیگه در ترکیه بودن، 1 میلیونشون سرازیر شدن به طرف اروپا که اون در آلمان بیشتر مستقر شدن، و این چیزی که به نام بحران مهاجرت ازش یاد میشه در اروپا الان راه افتاد که میدونید با خودش عمیق‌ترین و وحشی‌ترین واکنش‌های وحشیانه‌ترین واکنش‌های غیر انسانی نژادپرستی هم با خودش داشت. یعنی تبعیات این جنگ داخلی در سوریه خودش رو با سرعت حتی در اروپا هم نشون داد و باعث قدرت‌گیری دستجات راست افراطی شد که نمونه‌اش رو دیدید دیگه، همین هفته پیش در شهر هاناو در آلمان دست راستی‌های فاشیست حمله کردن به دو تا باری که عرب ها، ترک ها اونجا هستن، مسلمان ها در اونجا هستن و 9 نفر رو کشتن. یعنی میخوام بگم که تبعیات این جنگ داخلی در سوریه خیلی خیلی زود. مسئله‌ای که خیلی مهمه اینه که یکی از این کسانی که در این اعتراضات از اون روز اولش حضور داشت و الان در تبعید هست جمله خیلی جالبی گفت. میگفت مسئله اینجاست که بعد از چند ماه که انقلاب داشت توی روسیه سوریه شکل میگیره، یعنی جنبش اعتراضی انقلابی مردم داشت روش میکرد، هم دولت سوریه و هم دستجات جهادی که اونجا بودن، توی عراق بودن و در سوریه هم آدم های خودشون رو داشتن، به یک نتیجه مشترک رسیدن و اون اینه که انقلاب نباید بشه، جنگ داخلی باید بشه. این خیلی به نظر من فرمول جالبی اومد که این به کار برد. انقلاب نباید بشه، جنگ داخلی باید بشه. در این هر دو جناح مرتجع دو طرف با هم دیگه توافق داشتن. دست مردم سوریه رو از این مبارزه باید کوتاه کرد. جنگ رو باید تبدیل کرد به یک مسئله نظامی بین جهادیستا و متحدینشون از این طرف،
و سوریه و متحدینش از اون طرف، متاسفانه این سناریویی که اتفاق افتاد. و صدای سومی که همین کسی که این رو فرمول کرد، صدای انقلاب مسالمت‌آمیز مردم سوریه و احتمالاً انقلاب قهرآمیزی که به دنبال اون میتونست بیاد، اون رو خفه کردن و مسئله قهر رو به طور انحصاری در اختیار دولت سوریه از یک طرف و جهادیستا از طرف دیگه قرار دادن. قهری که در اعتراضات توده سوریه شروع شده بود و خصلت توده‌ای داشت، به کلی خصلت توده‌ای خودش از دست داد و تبدیل شد به درگیری بین دو دسته مسلح مرتجع از اون طرف. ورود سوریه، روسیه و باز هم بیشتر ایران باعث شد که علیرغم عقب نشینی های نظامی بسیار مفتزهانه ای که دولت سوریه دچار شده بود، ورق برگرده و ما دیدیم که در دسامبر 2016 شهر حلب پس گرفته شد و همینجور اینها به جلو اومدن و ما از اون موقع شاهد پیروزی های پی در پی در واقع ارتش سوریه و دولت بشار الاسد و متحدینش هستیم. تنها جرقه امیدی که در اینجا ایجاد شد، ایجاد مناطق روژاوا بود توسط کردهای سوریه، که این باعث شد که خیلی هم جالبه، یعنی اون تنها جرقه مدرنیته، لایسیته، عدالت اجتماعی، دخالت مستقیم مردم در کارهای خودشون که در این مناطق شروع شده بود، واکنش ترکیه رو با خودش داشت به عنوان متحد آمریکا، چون ترکیه هم یادمون نره که از اون اول با یک مقداری، اولش با یک مقداری مکس، بلافاصله وارد ائتلاف ضد در واقع چیز نشده بودن. ترکا ائتلافی رو که آمریکایی‌ها درست کرده بودن، اینجا جهادیستان از جهادیستان آمد می‌کردن، واردش نشدن. تا سال 2015 ترکیه وارد این ائتلاف نشده بود. ولی به محض اینکه مناطق آزاد شده کردها افزایش پیدا کرد و یک ویژگی رو در وارد این معادلات و اینها کرد، مسئله کرد دوباره مطرح شد با قدرت هرچه تمام‌تر و دولت ترکیه این بار وارد معرکه شد. این خیلی چیز مهمیه که برمیگرده به بحث امروز ما. و در ژوئیه 2015 است که ترک‌ها وارد ائتلاف به رهبری آمریکا شدند، اما با هدف کامل زدن کردها در همون حالتی که از داعشی‌ها حمایت می‌کردن. یعنی خیلی میگن سیاست پدر مادر نداره، درست اینجا خودش نشون میده. شما نگاه بکنید، ترک‌ها در ژوئیه 2015 وارد ائتلافی میشن که آمریکایی‌ها برای زدن داعش درست کردن، چون داعش هم در تابستان 2014 وارد معرکه میشه و از عراق حمله میکنه به سوریه و بخشای مهمی از سوریه رو میگیره، شهر رقه رو میگیره و به عنوان یکی از طرفین وارد ماجرا میشه. ژوئیه 2015 ترک‌ها وارد ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش میشن، ولی توی خاک ترکیه داعش رو مسلح میکنن، میفرستنشون، داعش و گروه‌های وابسته به اون رو مسلح میکنن، میفرستنشون به سوریه از اون طرف و شروع میکنن به زدن کردها که این درگیری‌ها ادامه پیدا میکنه. فرصت نیست من اینجا راجعش صحبت بکنم. یه اتفاق مهم دیگه که میفته اینه که در تابستان 2016، یعنی یک سال بعد از، درست یک سال بعد از ورود ترکیه به ائتلاف آمریکا، یک کودتایی در ترکیه اتفاق میفته که شکست میخوره و اردوغان به عنوان کودتاشی اصلی وارد معرکه میشه و میدونیم که شروع میکنه به قلقم کردن مخالفان خودش و از این مسئله استفاده میکنه برای اینکه از این شکست این کودتا استفاده میکنه برای اینکه قدرت بلامنازع خودش رو مستقر بکنه و آلترناتیوهای درگیری های خارجی رو برای منحرف کردن اذهان مردم ترکیه از مشکلاتی که این داره ایجاد میکنه و این مذهبی کردن خزنده ای که حزب عدالت توسعه اردوغان به پیش می‌برده، این رو در دستور کار خودش قرار می‌ده. یعنی ترکیه اتفاقا بعد از ژوئیه و این کودتا هست که به عنوان یکی از کسانی که به طور مستقیم و تعیین کننده وارد معادلات درگیری‌ها و تضادها در سوریه میشه، از این به بعد یه بار روش حساب کرد. درست همین موقع هم هست که در دسامبر سال 2016 شهر حلب هم پس گرفته میشه توسط ارتش سوریه با هزینه بالا، با بمباران‌های سنگین و دخالت بسیار بسیار قاطع و تعیین کننده نیروی هوایی روسیه، و این پیروزی بزرگی بود که به طور کلی مسئله شکست نظامی دولت سوریه رو به نفع ارتش سوریه حل می‌کنه و جهادیست‌ها از اون موقع است که به قولی دوتا زانوشون دیگه روی زمین هست و شروع می‌کنن به خزیدن، بیشترشون رو می‌فرستن به منطقه عدلب. یعنی هر وقت یه منطقه ای را می گرفتن، توافق می کردن که باقی مونده
جهادیست‌ها با خانواده هاشون برن به این منطقه اردب که الان شده مرکز آخرین منطقه که دست اونها هست و درگیری که اونجا هست. و در همین فاصله هم روسیه پوتین با یه سری مانورهای دیپلماتیک شروع میکنه به یه سری مانورهایی رو بین آمریکا و ناتو از یک طرف و ترکیه از اون طرف کردن، پیشنهاد خرید سلاح و مسئله سیستم های بسیار پیشرفته ضد هوایی S-400 رو مطرح میکنن که علیرغم مخالفت آمریکا و پنتاگون ترکیه اردوغان اون رو میخره و مستقر میکنه و یک سری اقداماتی رو شروع میکنن اینها با همدیگه کردن و اون به این صورته که روسیه شروع میکنه ابتکار عمل به دست گرفتن و در سال 2017 دیگه روشن میشه که بنبست کاملا سیاسیه. اجلاس آستانه رو که روسیه و ترکیه و ایران تشکیل میدن که پیروزی دیپلماتیک برای روسیه هست و برای اولین بار هم دولت روسیه و بخشی از اپوزیسیون میشینن که با هم دیگه صحبت بکنن ولی هیچ چیزی ازش در نمیاد. ولی سال 2017 یعنی دو سال پیش به مثابه سال شکست کامل تلاش‌های سازمان ملل و راه حل دیپلماتیک دیگه از طرف همه به رسمیت شناخته شد و ما میرسیم به امروز. میرسیم به این که دولت سوریه سرمست از پیروزی‌های نظامی که به دست آورده، سرمست از اینکه موفق شده نیروهای دموکراتیکی که در اوایل این اعتراض حضور داشتن به کلی ایزوله بکنه و به طور فیزیکی هم نابود بکنه و راه سوم و صدای سوم رو در این کشور به کلی خفه بکنه، وارد فازی میشه که میخواد حتی علی‌رغم توافقاتی که روسیه و ترکیه با هم دیگه کرده بودن این سرزمین ادلب رو پس بگیریم. ما الان اینجا هستیم. این مسئله اینجوریه که در توافقی که بین پوتین و اردوغان شده بود منطقه ادلب به عنوان یک منطقه‌ای که باید غیر نظامی بشه به رسمیت شناخته شد، مناطق حائل بهش میگفتن. اینا با هم دیگه توافق کرده بودن که جهادیستان اینا بیان اینجا مناطق دیگر رو دست دولت سوریه رو باز بذارن که پس بگیره. کشمکش‌های هم به وجود اومد با کردها، یه جای ارتش سوریه با کردها همراه عمل میکنن، یه جای علیه هم دیگه عمل میکنن. به هر حال یک اوضاع فوق‌العاده پیچیده‌ای هست و به هیچ وجه یه خط مستقیم نیست، ولی یه توافقی شده بود که این شهر منطقه ادلب و شهر اصلیش که تو اونجا هست کماکان به عنوان منطقه‌ای که آتش‌بس درش اعلام میشه بمونه. اما جهادیستایی که اونجا بودن که بخش مهمیشون مورد حمایت ترکیه هستن، بخشی از میلیس‌های ترکمنی هستن که از مناطق دیگه آورده بودن به اینجا و بخشی از داعشی‌های سابقن که الان اعلام وفاداری کردن به ترکیه، اینها این آتش‌بس رو رعایت نکردن و بهانه میدن به دست دولت سوریه که وارد درگیری با اینها بشه و اوضاع و توافقاتی که بین پوتین و اردوغان شده بود به هم می‌ریزه. ما الان در جایگاهی هستیم که از یک طرف اردوغان که می‌دونیم در آخرین انتخاباتی هم که شد استانبول رو باخت در انتخابات شهرداری‌ها، در حزبش دو تا انشاءات صورت گرفته. من نمی‌دونم شنوندگان چقدر دنبال می‌کنن اینو، ولی وزیر امور خارجه سابق این گول آقای اردوغان یک حزبی درست کرد، یکی دیگه از وزرای سابقش هم حزب دیگه رو درست کرده. ائتلافی که با فاشیستای ترکیه ایشون داشتن علیه کردها و در اقدامات نظامی که اینها در افرین کردن در مناطق کردشی کردن از حمایت کامل اینها برخوردار بودن فرو پاشیده و اردوغان در وضعیتی هست در کشور خودش که هم مشکلات اقتصادی دائمی شده، هم پایه حزب عدالت و توسعه هرگز به این کوچیکی نبوده و هم در درون خود حزبش شورش‌های اینجوری صورت گرفته و انشعابات اتفاق افتاده که در تاریخ حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان بی سابقه است. در نتیجه به دنبال همون سیاست همیشگی خودش اردوغان و عین جمهوری اسلامی که مسئله خارجی رو برجسته بکنه، مسئله خطر مناطق کردنشین، مسئله خطر خود دولت سوریه رو الان مطرح می‌کنه، مسئله رو در این منطقه ادلب تبدیل بکنه به یک مسئله نظامی. امروز برای اولین بار شخص اردوغان اعتراف کرد که در واقع آنکارا، دولت آنکارا در منطقه ادلب میلیسیای وابسته به خودش داره. این حرف رو تا امروز کسی نزده بود. همیشه آقای اردوغان میگفت ما اونجا ایستادیم که آتش‌بس برقرار کنیم و طبق معاهده و قراردادی که با پوتین بسته بودن قرار بود که جهادیستا رو در این منطقه خل سلاح بکنن. نه تنها این کارو نکردن بلکه منطقه ادلب تبدیل شد به یک ستادی برای حمله کردن مناطق دیگه، دوباره شروع کردن به ادلب حمله کردن و امثال این. در نتیجه چیزی که اتفاق افتاد این که امروز آنکارا تهدید کرده که وارد درگیری نظامی با ارتش سوریه خواهد شد اگر اونا اقدامات خودشون رو متوقف نکنند و
به سبک همیشگی اردوغان که گندگوزی زیاد میکنه مطرح کرده که ما هم نه فقط در منطقه ادلب بلکه در تمام مناطق با ارتش سوریه درگیر خواهیم شد اگر اینا پیشروی خودشون رو متوقف نکنه. دولت سوریه هم بدون گوش دادن به امینه ها در حال پیشروی هست و بخش های بسیار مهمی از این مناطق گرفته و تمام پست های دیدبانی که طبق توافق پوتین و اردوغان در این مناطق ایجاد شده بودند الان در محاصره نیروهای نظامی و ارتش سوریه هستند. وضعیت نظامی بسیار خطرناک و شکننده است. اردوغان شروع کرده نیرو فرستادن به اونجا، چون به نظر میرسه که اردوغان برای اینکه احساسات میهن پرستانه ترک‌ها رو دوباره بر بیانگیزه، برای اینکه وضعیت از دست رفته سیاسی رو که در اونجا داره و همه میدونن که سقوط اردوغان واقعا شروع شده، دو حزب عدالت و توسعه گام به گام داره توی باتلاقی که خودش درست کرد فرو میره در ترکیه. اوضاع اقتصادی در ترکیه بسیار نابسامان هست. مناطق و ناامنی هم حتی در اونجا گسترش پیدا کرده. برای دلیل به تمام این دلایل به نظر میرسه که اردوغان میخواد یک درگیری بزرگ نظامی رو در این منطقه راه بندازه تا احساسات میهن پرستانه مردم ترکیه رو تحریک بکنه. دائم هم آمار میدن که 5 تا سرباز کرد اینجا ترک اینجا کشته شدن، عوضش ما صدها سرباز سوریه رو کشتیم که بیشترش دروغه، تا به حال خبر نیومده که اینا تونسته باشن چیکاری بکنن. و از طرف دیگه تماس‌های تلفنی پی در پی هم که با پوتین داشته به جایی نرسیده. در نتیجه وضعیتی که الان در ادلب هست یک وضعیت بسیار خطرناکی. ولی جالب اینجاست که کشورهای غربی که میتونن از این استفاده بکنن و هم آتش مناظره رو داغ بکنن و هم اوضاع رو سخت بکنن برای ارتش سوریه دخالت نمیکنن و احساس میکنن که این از اون بشکه بارودهایی هست که اگر منفجر بشه کسی نمیتونه کنترلش بکنه. و حتی ناتو که ترکیه عضوش هست رسما اعلام کرد که اقدامات ارتش ترکیه در سوریه هر ابعادی داشته باشه به ما مربوط نیست، چون بیرون از خاک ترکیه است و در اثر حمله به خاک ترکیه نیست که ما بر طبق اصل پنجم منشور اتلانتیک شمالی مجبور به مداخله باشیم. این خیلی مهمه. یعنی وضعیتی که اردوغان الان درش قرار گرفته اینه که هم به لحاظ نظامی و دیپلماتیک ایزوله است، هم توافقش با پوتین به لرزه در اومده و هم دولت سوریه در مقابلش ایستاده. وضعیتی ایجاد شده که تصمیمی که اردوغان میخواد بگیره، اگر واقعا نظرش این باشه که میخواد احساسات مردم ترکیه رو تهدید بکنه، خطر خارجی و جنگ در خارج رو مطرح بکنه و غیره، ناگزیر هست که دست به سری عملیاتی بزنه. اما به لحاظ دیپلماتیک و نظامی آنچنان اردوغان در مضیقه افتاده که این محاسبش و این حساب کتابهایی کرده به کلی به هم ریخته. و از طرف دیگه برای اولین بار ارتش سوریه و دولت سوریه با صدای بلند اعلام کردن که همه خاک سوریه رو تا سانتی متر مربع آخر پس خواهند گرفت و در مقابل هیچ فشاری عقب نشینی نخواهند کرد. در نتیجه الان دخالت ترکیه در ادلب فقط و فقط میتونه یک جنگ سنگین و بسیار پرهزینه رو هم برای سوریه ها و هم برای ترکیه به بار بیاره که تا اینجایی که ناظران بررسی میکنن به نظر میاد که حتی دیوانه مثل اردوغان که واقعا از نوع ترامپ دیگه، اینا ما لوکس این رو داریم، این شانس رو توی جیومه داریم که در عصری زندگی میکنیم که رهبرانی مثل ترامپ و بوریس جانسون و اردوغان و خامنه ای و اینها همه نور دیدگان و دیوانه ها در واقع بر سر کارها هستن. حتی دیوانه ای مثل اردوغان بعیده که بتونه این رو به فاز بالاتری برسونه. منتها مشکل اینجاست که دست اردوغان بجز این کاملا خالیه. میلیسیای تحت حمایتش به شدت ضربه خوردن، پیشروی های ارتش سوریه دائمی هست، نیروی هوایی روسیه هم برای اینکه نشون بده که شوخی نمیکنه و از دولت سوریه دفاع میکنه در بمباران های مناطق ادلیب به طور فعال شرکت کردند و میگن که در بعضی جهان نزدیک مرز ترکیه هم به طور عمدی و مخصوصا بمبارون کردند که نشون بدن که روس‌ها در کنار سوریه ایستادن. من سخنمو کوتاه میکنم، باید بگم که اردوغان در یک مخمصه‌ای قرار گرفته که خودش به تنهایی برای خودش ایجاد کرد، با دخالتش در سوریه، با دخالتش از در حمایت از جهادیستا، با دخالتش علیه نیروهای دموکراتیک سوریه و به طور مشخص کردها، و در وضعیتی هست که فقط با یک دیوانگی میتونه از این بیاد بیرون. ولی به نظر میرسه که اطرافیانش حداقل و جناهای مختلفی که در این حزب وجود دارن
حاضر نیستند که در این دیوانگی آخری سهیم باشند با اردوغان. حداقل متحدین بین المللی و متحدین نظامی ترکیه حاضر به حمایت از ترکیه در یک چنین درگیری نیستند و این به نظر میاد که راه رو بر این باز میذاره که آرام آرام دولت سوریه این منطقه را پس بگیره و اردوغان با یک شکست نظامی دیپلماتیک دیگه روبرو بشه که این بار این خیلی به نفع نیروهای دموکراتیک در ترکیه خواهد بود و از این زاویه شکست اقدامات اردوغان در سوریه به نفع نیروهای دموکراتیک در ترکیه خواهد بود و امیدواریم که این اتفاق بیفته. متشکر بهروز گرامی، آمد باشید تا برنامه بعدی. درود بر شما و روزتون خوش. We'll be right back.